با عرض سلام، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای ما. لطفا چینل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فعال سازید تا هیچ یک از ویدیوهای جدید و جالب ما را از دست ندهید. سرخط مهمترین خبرها: پرونده قتل یماس یاوش به دیوان بین المللی کیفری فرستاده شد. 26 جنگجوی طالبان در حمله های هوایی ارتش در جوزجان کشته شدند. و اتمر در دوشنبه: کشورهای عضو سازمان شانگهای برای افغانستان کمک‌های فوری امنیتی فراهم کنند. لطفاً تا پایان ویدیو با ما همراه باشید. پرونده قتل یماس یاوش به دیوان بین المللی کیفری فرستاده شد. بنقل از روزنامه اطلاعات روز، خانواده یماس یاوش، مجری سابق تلویزیون خصوصی تولونیوز و مشاور پیشین امور روابط عامه آمریت عمومی دفتر ریاست بانک مرکزی دی افغانستان بانک، پرونده ترور او را به دادگاه بین المللی کیفری و گزارشگر حقوق بشر و آزادی بیان سازمان ملل فرستاده است. این پرونده 4 روز قبل 21 سرطان روی میز دادستان دادگاه بین المللی کیفری قرار گرفته است. محمد داوود سیاوش، پدر یماس یاوش، ابراز امیدواری کرده است که این نهاد پرونده قتل پسرش را بررسی و عاملان آن را به کیفر برساند. او در یک کلیپ کوتاه ویدیویی که به اطلاعات روز فرستاده گفته است: حالا که دوسیه شهادت یماس یاوش شهید بالای میز دادگاه بین المللی کیفری و گزارشگر حقوق بشر و آزادی بیان سازمان ملل متحد قرار دارد، امیدوارم این عالی ترین مراجع جهانی در مورد عدل و انصاف به خانواده یماس یاوش توجه کنند و خون پایمال شده این شهید برحق و قاتل و حامی قاتل او را از طریق اسناد کریمینال تکنیک تشخیص بدهند و به کیفر برسانند. خانواده یماس یاوش دادخواست بررسی پرونده قتل پسرشان را از طریق یک نهاد حقوقی موسوم به بیدفورد مستقر در لندن به پیش می برد. هادی دی کاستل وکیلی است که از طرف این نهاد حقوقی این پرونده را با دادگاه بین المللی کیفری و گزارشگر ویژه حقوق بشر و آزادی بیان سازمان ملل تعقیب می کند. نهاد حقوقی بیدفورد در یک کلامی مطبوعاتی که امروز 24 سرطان منتشر کرده نوشته است: ادعای وجود دارد که قتل یماس یاوش بخشی از حملات هدفمند بالای اعضای رسانه ها در درگیری های جاری در افغانستان است که در زمان ریاست جمهوری اشرف غنی افزایش یافته است. در این اعلامیه همچنین آمده است که قتل هدفمند یماس یاوش مطابق معیارهای پذیرفته شده جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی است. پیش از این نیز خانواده یماس یاوش از نهادهای بین المللی خواسته بود که راجع به ترور او تحقیق کند. محمد داوود سیاوش، پدر یماس یاوش، سال گذشته در مورد آنچه که او عدم توجه دولت افغانستان به پرونده یماس یاوش خوانده بود، از شورای امنیت سازمان ملل در خواسته کمک کرده بود. در نامه پدر یماس یاوش، عنوان شورای امنیت سازمان ملل که نسخه آن به هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل یا یونما نیز فرستاده شده بود، آمده بود که دولت افغانستان نه تنها هیچ توجهی به این پرونده نکرده، بلکه بار امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری دادخواهی او محمد داوود سیاوش در رسانه ها را هیاهوی رسانه‌ای خوانده است. در این نامه همچنان آمده بود که رئیس جمهور اشرف غنی و اجمل احمدی رئیس بانک مرکزی بنابر دلایلی که هنوز روشن نشده نمیخواهند قاتل یماس یاوش را شناسایی و بازداشت کنند. یماس یاوش و دو همکار دیگرش در 17 عقرب سال گذشته در انفجار ماین مغناطیسی در صحرای مکریان ناحیه اول شهر کابل کشته شدند. مسئولیتین حمله را هنوز شخص و یا گروهی به عهده نگرفته است، اما دولت افغانستان بارها طالبان را مسئول این قتل اعلام کرده است. در تاریخ 7 جدی سال گذشته نیز مسعود اندرابی، وزیر پیشین وزارت داخله و مسئولان ریاست عمومی امنیت ملی از بازداشت 3 نفر در پیوند به قتل یماس یاوش خبر داده بودند. 26 جنگجوی طالبان در حمله های هوایی ارتش در جوزجان کشته شدند. بنقل از خبرگزاری نشانه، پایگاه 209 ارتش در شمال کشور اعلام کرده که
در پی حمله های هوایی ارتش بر موازی طالبان در ولایت جوزجان 26 جنگجوی این گروه کشته شدند و 8 تن دیگر آنان زخمی شدند. پایگاه دستورنامه ارتش در شمال امروز پنجشنبه 24 سرطان با نشر خبرنامه‌ای می نویسد که نیروهای هوایی ارتش شب گذشته موازی طالبان در منطقه افغان تیپا در مسیر شهر جوزجان سرپل را آماده حمله قرار دادند. خبرنامه می افزاید که در کنار کشته شدن 26 جنگجوی طالبان، مقداری از جنگ افزارهای این گروه نیز در پی حمله های هوایی ارتش تخریب شده است. نیروهای ارتش ما در این باره جزئیات بیشتری را نکرده است. گروه طالبان تا اکنون در این باره و رسانه‌ها چیزی نگفته است. دو روز پیش در پی یک حمله هوایی دیگر ارتش 29 جنگجوی طالبان به شمول 3 فرمانده این گروه در مسیر شهر سرپل جوزجان از پا درآمدند. این در حالی است که از یک ماه به این سو طالبان حمله های تهاجمی را در مسیر شهر جوزجان سرپل آغاز کردند. این گروه قصد سقوط شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان را دارد، اما تا اکنون موفق به این کار نشده است. و اتمر در دوشنبه گفته است که کشورهای عضو سازمان شانگهای برای افغانستان کمک‌های فوری امنیتی فراهم کنند. به نقل از روزنامه اطلاعات روز، چهارمین نشست گروه تماس افغانستان سازمان همکاری شانگهای امروز چهارشنبه 23 سرطان در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد. در این نشست روی عضویت افغانستان در سازمان شانگهای، نقشه راه همکاری‌های سازمان شانگهای با افغانستان در سه محور امنیتی، اقتصادی و فرهنگی، بشردوستانه، اوضاع افغانستان و تاثیرات آن بالای ثبات و توسعه منطقه بحث شده است. طبق اعلامیه وزارت خارجه، محمد حنیف اتمر در این نشست موجودیت گروه‌های تروریستی در کنار طالبان را تهدید بزرگ در منطقه عنوان کرده و بر تامین صلح پایدار تاکید کرده است. آقای اتمر سه خواست عمده جمهوری اسلامی افغانستان از کشورهای عضو سازمان شانگهای را مطرح کرده است. اتمر گفته است که در گام نخست ضرورت است تا همه کشورها اجماع و توافقشان را در راستای ختم خونریزی، دریافت رای حل سیاسی و تامین صلح در افغانستان حفظ کنند. وزیر خارجه کشور همچنین گفته است که در گام دوم از طالبان خواسته شود تا مفاد موافقتنامه دوحه، قطعنامه 2513 شورای امنیت سازمان ملل متحد و اعلامیه نشست تروریکای گسترده مسکو را عملی کنند. در گام سوم به گفته اتمر نیاز است تا کشورهای عضو سازمان شانگهای به منظور فائق آمدن بر تهدید مشترک تروریسم کمک‌های فوری امنیتی را به افغانستان فراهم کنند. در همین حال در خبرنامه وزارت خارجه آمده است که وزیران خارجه 8 کشور عضو سازمان شانگهای از افزایش خشونت‌ها توسط طالبان در تبانی با گروه‌های تروریستی منطقه‌ای و بین‌المللی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. آنان بر حل منزل افغانستان از رئیس سیاسی، برداشتن گام‌های عملی برای همکاری با افغانستان، جلوگیری از مبدل شدن افغانستان به پناهگاه امن تروریستان و فراهمسازی همکاری‌های اقتصادی و بشردوستانه با افغانستان تاکید کردند. دوستان عزیز، سپاس از اینکه تا پایین ویدیو با ما همراه بودید. لطفا برای ویدیوهای بیشتر کانال ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فشار دهید. تا ویدیو و مطالب بعدی، بدرود.